آقای آشنا، مرسی جان. یکم برامون بگو که از چه سالی شروع کردی و یه مختصر اگر به هم بگی چجوری شد که اصلا به این فکر کردی که وارد دنیای عکاسی بشی، چه چیزی باعث شد در شما که ترغیب بشی به سمت دنیای عکاسی بیای؟ اینو یه کوچولو برامون اگه بگی از چه سالی شروع کردی، با چه دوربینی شروع کردی، و حالا اگه خاطره جالبی در این زمینه هست که چطوری وارد این عرصه شدی، فکر میکنم جالب باشه که بشنویم. عرضم به حضورتون که خب من تقریبا حدود 40 سال سن دارم، 39 سال سن دارم، و اون دورایی که ما می‌خواستیم چیز بکنیم، خانواده خیلی دوست داشتن که بچه‌شون مهندس، دکتر یا همینجوری خانواده ها اینجوری مد بوده، انگار بچه‌ها رو هیچ بک‌گراندی از این که مثلا بچه‌شون آرتیست بشه، درآمد داشته باشه، این راه هیچ بک‌گراندی از این قضیه نداشت. ولی خب من اصرارم برای این بود که این کارو بکنم. من پدرم چون نظامی خیلی مصر بود و ارتش بود، این مصر بود که مثلا اتفاقی بیفته و بنده احتمالا پزشک شدم، ولی نشد، این اتفاق نیفتاد و من هم مصر بودم عکاسی بکنم. خب یه مقداری با فشار خانواده روبرو بودم، حالا شاید اینجای خاطرم زیاد خوب نباشه، بچه ها کوشش رو بگیرم، ولی چون اعتقاد دارم که باید برای خواستم می جنگیدم، دوربین از بستگانم قرض نمی کردم، بر می داشتم، بعد شروع می کردم با پول جیبی نگاتیو می خریدم و عکاسی می کردم. جالب اینه که بدونید تو مدرسه عکس‌ها رو چاپ می کردم، یه بند رختی بود آویزون می کردم بین دوست درخت، عکسه چاپ شدم و به بچه های مدرسه میفروختم، از پول عکسها دوباره نگاتیو میخریدم چند حلقه بیشتر، و همینجوری جلو میرفتیم تا از درآمدی که از فروش آثارم تو مدرسه بین زنگای تفریح اتفاق میفتاد، من تونستم یه دوربین کوچیک یاشیکا بخرم. بعد با دوربین یاشیکا شروع کردم به عکاسی کردن. یواش یواش خانواده‌ام دیدن که نمیشه کاریش کرد، گفتم مسیر خودتو برو، که به طور جدی من فکر میکنم من 15 یا 16 سالگی جدی شروع کردم درآمدزایی واقعی از عکاسی. گرچه اگه اون مدرسه هم بذاری، حالا جالبه این نکته هم بگم که مدیر مدرسه و ناظم من همکاری میکردن، یعنی یه موقعی که خب بالاخره زمان جنگ با همه هم دستشون باز نبود به لحاظ مالی خرید بکنن، و من عکسام میمون تا زنگ آخر، مثلا ناظممون میمون همه عکسام یک جا میخرید، چون من بعد سری نگاتیو میخریدم و این کارو میکرد. این علاقه در من وجود داشت واقعا از بچگی، از کودکی به سبت تصویر عاشق این کار، و اینکه هرچیم که جلوتر رفت این مریضی در من حادتر شد، یعنی همه را آب ویزورم می دیدم، تا یکی می دیدم زیبا بود گفتم عجب عکسی میشه، مثلا فلان، هر چی، هر شکلی در طبیعت می دیدم، در هستی می دیدم، در قالب یک فریم می دیدم، و برای من خیلی جالب هنوزم که هنوز این همه سال ارزش می داره، این مرضی همراه من، یعنی آثار رو همیشه یا طبیعت رو یک سوژه برای خودم میدیدم برای پیگیری و ثبتش، همیشه هم در جهت نگهداری از اون بوده، یعنی اگر از انسان ها عکاسی کردن برای کرامت بوده، اگر طبیعت بوده برای حفظ اون بوده، یعنی خوشحالم که در جهت بهبود اوضاع جهان عکاسی کردن به نظر خود. این اتفاق هم میشه که آره، بعد وارد ببخشید حرف نقدیم، بعد وارد نخواهش میکنم خبر شدم، عکاسی خبری و مستند اجتماعی، یه مدتی آزاد کار کردم، وارد سینما شدم، از سینما عاشق تئاتر شدم و تا امروز همه رو با هم دارم، ولی خب اگر بین سینما و تئاتر بخوام انتخاب کنم قطعا بدون هیچ جای تفکر قطعا تئاتر رو انتخاب میکنم و با افتخار این کار میکنم، و همچنان دارم به فعالیت های خودم تو حوزه عکاسی تو همه زمینه ها ادامه میدم.
مرسی، متشکرم، خیلی کامل بود. فقط من متوجه نشدم از چه سالی شروع کردی در عکاسی رو؟ اگر بخواین اون مدرسه رو حساب بکنید از نه دنیای حرفه ای رو، دنیای حرفه دنیای حرفه ای 15 یا 16 سالگی. یعنی حالا بخوام یه کوچولو بهتون بگم، یه بار تو خبرگزاری من صدا کردن، گفتن که فلانی بیاد آفیش شده برای عکاسی. من رفتم جلو، گفت بچه کیه اون برده، ببره به بابات بگو بیاد. یعنی در این حد که مثلا فکر میکنم بچه یکی از عوامل اونجا و یعنی یکی از خبرنگاران اومدم دارم مزاحمت درست کنم. من گفتم بابا من خودمم، باورشون نمیشه. یک چند وقتی همینجوری کار راحت به هم میدادن که مثلا میترسیدن اتفاق برام بیفته، ولی فهمیدم که آدم توکسی بودم همیشه کار سخت‌تره. بله، در واقع جواب سوال شما. 15 سالگی یعنی چه تاریخی میشه؟ سال ورودتون؟ سال تقریبا الان اگه بگید تقریبا 73-74 فکر میکنم، 74 اینجا 73، یعنی یه چیزی هلوهوش 22 اندی سال دیگه که سال بیست. بله یه فقط یه از اون دوران فقط یه چند فریم عکس مونده از خودم و اینکه هیچ چیزی ندارم و اینکه گذشته وجود نداره غیر از نگاتیوایی که وجود داره. خیلی هم عالی جناب آشنا. من فکر میکنم که این قسمتش شنیدنش جالب بود، این که دوربینو قرض میکردید، حالا یا اون اصطلاحی که خودتون گفتید، به نظرم جالب بود. این یه میل و یه علاقه خیلی شدیدی رو من که میشنوم از شما احساس میکنم که باعث شده که این کارو بکنید. حالا برای من خیلی جالبه که همیشه فکر میکنم اون چیزی رو که آدم ها دنبالش هستن از درونشون نشأت میگیره و بالاخره یه جایی اونها رو وارد دنیای خودش میکنه، یعنی بالاخره اون علاقه شما رو مجبور میکنه که حالا دوربین رو بردارید یا تجربه عکاسی رو داشته باشید. این برای من جالب بود، فکر میکنم یه سختی هایی با خودش داشته دیگه، و از اون بهتر و جالبتر این که شما مجاب کردید خانواده رو که برای شما دوربین تهیه کنن و تن بدن و علاقه مندی شما.